دوستای به نهایت عزیزم، شفیع یار هستم. بعد از عرض سلام یک بار دیگر شما را به برنامه امروز خود که 10 نوامبر سال 2013 میلادی است خوش آمد میگم. ما در این مدت یک و نیم ماه برنامه های را در مورد انتخابات افغانستان داشتم و ما فکر میکنم که در 4 یا 5 برنامه ما یک مقدار معلومات خوب برای شما دادم. معلومات شاید یک یاد زیادتان داشتین، اما امو دود و ابر و گل و لایش ما پس کردم که تا شما دیده بتانین که در اون مملکت چی میگذره، چطور دیگه نمانیم که ما را بازی بتن، چطور نمانیم که دیگه ما را در دامن آیسای پرتن، چطور نمانیم که دیگه در گلونای ما، در دست خود ما گلونای یکی دیگه ما را قطع کنن. اینمی برنامه ما یکی از برنامه های بسیار مهم در این رابطه می باشه. بعد از سقوط حکومت نجیب الله به شکل یک فشرده برای شما بگویم، حال از او بسیار وقت تیر شده، 20 و چند سال تیر شده، 22 سال، و ما یقین دارم چیزایی که حتی پیش چشمتانم بوده شاید درست به یادتان نمانده باشه، برای از اینکه یک کمک امو دوباره در پیش چشمتان به یک 2 دقیقه 3 دقیقه وارم یک تشریح میکنم که سال 1989 روس ها کشور افغانستان ترک کردن، شکست خورده. یعنی ما باید میتانستیم از او یک برابرداری خوب بکنیم. حکومت در دست نجیب الله میمانه، یعنی حکومت کمونیستی افغانستان سقوط نمیکنه، اما نجیب الله به این نتیجه رسیده، البته در توانی با مشاورین شوروی، که افغانستان از امیر رای کمونیستی که انتخاب کرده باید عقب گشت بکنه، از یک سه دیگه شروع کنه که اگر بتانه کت مردم قدم به قدم پیش بره، و از امی خاطر اینا کوشش میکنن که یک حکومت ملی جور کنن یا جبهه متحد جور کنن، با مردم اعلان میکنن، ولی این کارا بسیار بسیار نتیجه نمیده. از امی سال 1989 که روسا میبرایه، پاکستان میخواه که غیر مستقیم امی حکومت نجیب الله را طولانی بسازه، نه برای از اینکه نجیب الله را خوش داره، بلکه برای از اینکه این جنگ افغانستان خوب به یک منبع عاید چند بیلیون دلاری برای پاکستان تبدیل شده بود. اینا اگه این جنگ دفعتا خلاص میشد، امریکا کمکش خلاص میشد، اروپا خلاص میشد و عرب ها دیگه پیسه نمیداد، خب منبع عاید چند بیلیون دلاری پاکستان دفعتا سقوط میکرد. بنان یا در حالی که نمیخواین که حکومت نجیب بسیار مقتدر هم شوه که در او رقم دنیا مایوس نشه، حکومت نجیب نمیمانن که بسیار قدرت پیدا کنه و نم میخواین از بین بره. یک جنگ ساختگی یا شاید هم یک جنگ واقعی در جلال آباد صورت میگیره فورا که افغانستان حکومت شه یا حکومت نجیب الله سقوط بده، ولی ای حرکت مجاهدین شکسته میشه. و در این حرکت دو قماندان مشهور، یکی قماندان نسبتاً خرد قماندان عبدالله و دیگر قماندانی که در او زمان به یک قماندان بزرگترین کشور تبدیل شده، آقای احمد شاه مسعود، بیرو کشیدن، هیچ در جنگ جای ندادن، و این جنگ توسط آقای گلبودین رهبری میشه، و یا میخواین که می قدرت برای گلبودین بگیرن که اگر سقوط هم کرد گلبودین قدرت بگیره، ولی یا ورشکست میشه میگروزه و ای یک روح بلند میته به حکومت نجیب الله و ارتشش و مجاهدین مورالشان مشکنه و میرن دوباره به آشیانهای خود در پاکستان. پاکستان مشکل دیگه که داره در درون افغانستان احمد شاه مسعود است. وجودی که پاکستان کوشش کرده که مسعود در یک انزوا قرار بده و هیچ گونه کمک قابل پیمایش و اندازه برای ازی بده، اما مسعود تانسته با امو شاری که است بسیار قوی شه. بنان پاکستان توسط حزب اسلامی میخواهد که مسعود صدمه برسانه، و حزب اسلامی بعد سال 1989 عملات خود بر مسعود شدت میده، از جمله 30 نفر از نفرهای کلان مسعود در سمت شمال فکر میکنم یا ایسه قربند یا گرفتار میکنن و کل ازیر وشیانه میکشه.
احمد شاه مسعود حمله میکنه، همین نفرهایی را که باعث از این کار شده کلش را دستگیر میکنه، اما یک نفر از این را برای انتقام جویی نمیکشه، رایی میکنه. اما شده پشاور برای از این که در یک محکمه از مجاهدین اینا محکمه شوند. و یکی از مشخصات بسیار بزرگ مسعود است که مخالفین خود با وحشت نمیکشه و این یک چیز است که باید تاریخ در مورد احمد شاه مسعود بفهمه. حکومت نجیب الله هر چی که کوشش میکنه که اگر مردم در حکومت جمع کنه موفق نمیشه، بسیار محدود میتونه، ولی یک کار موفقانه تانسته حکومت نجیب پیش از برآمدن روسا آغاز شده که اینا جبهات قومی جور کرده که مشهورترین از این جبهه جبهه است در سمت شمال افغانستان از مردم ازبک ما به رهبری جنرال دوستان. این جنرال دوستان یک جبهه قوی قومی جور کرده که اکثرش ازبک است و در هر جایی که حمله میکنه تسخیر میکنه. به خاطر تصویه دره آقجان پلان عملیات صورت گرفت. در اینجا یک جای با قوتهای گارد وزارت داخله فرقه ما هم به این فعالیت سم داشت. بر ما اینطور وظیفه داده شده بود که همه قرارگاه لشکر ایثار این فعلا شما قرار دارین قرارگاهش بود، شفاخانه را در طول 48 ساعت اشغال بکنیم. برای محترم نجیب الله رئیس جمهوری افغانستان اطمینان میتیم هر وظیفه که برای فرقه 53 سپرده شود اینا حاضر آمده است وظیفه خود را با اوست سرعت انجام بده. دمی جریان سالایی که روسا وجود نداره و مردم فکر میکرد که نجیب سقوط میکنه، نجیب نه تنها سقوط نمیکنه بلکه با همه شکست ریخت حکومتش پیش میره تا که وضع اقتصاد شوروی کاملا خراب میشه و ورشکسته میشه و بوریس یلسن فکر میکنم در سال 91 اعلان میکنه که تمام کمک های خود به حکومت نجیب الله قطع میکنه، حتی دیگه امی تیل برای تیاره و موترش هم نمیتن. نجیب که تا آل بسر امی قوه های قومی یا جواد قومی استاد بود حکومتش، با از دست دادن تقریبا 2 تا 3 بیلیون یا 4 بیلیون دلار سال از روسا و اسلحه و مهمات روح خود از دست میده و اعتماد ای جبهات قومی را. جبهات قومی هم در این فکر میشن که چطور مدارک دیگه پیدا کنن، از جمله اینا را میپالن با گروپ های مخالف حکومت که در شمال احمد شاه مسعود مهمترین آدم است و در جنوب مردم های مختلف است. وضع حکومت نجیب در سال 92 بسیار خراب میشه. در 8 مارچ 1992 آقای نجیب اعلان میکنه که حاضر است از حکومت استعفا بده به نفع یک حکومت بی‌طرف. و این یک چیز بسیار مهم است، یک چیزی که تاریخ باید در مورد نجیب الله به یاد داشته باشه. اگر نجیب میخواست خود نجات بده بسیار آسان از رای پاکستان هم میتونست بره، از رای هند هم میتونست، از رای شوروی شاید نمیتونست، اما حداقل از این دو سو و پاکستان و یقین دارم که بسیار به قیمت بلند میخریدش، اما نجیب اینمی کار نمیکنه. دو قماندان بزرگ که یکی دوستم است، یکی جنرال مومن، اینا رابطه میگیرن با احمد شاه مسعود. احمد شاه مسعود در ماه اپریل اطلاع میده به رهبرای مجاهدین در پاکستان که حکومت یا ارتش حکومت نجیب بدون قید و شرط با ما تسلیم میشه، شما چی تصمیم میگیرین؟ اونا میگیرن یک حکومت موقت جور میکنن که آقای صبغت الله را رئیس جمهور موقت از اینمی حکومت موقت میسازن، پشت سر از این آقای ربانی میباشه، یعنی دو ماه بر از این که اینا هم یک لبلبو چشک بگیرن رئیس جمهور میباشن، بعد از دو ماه دیگه و آقای دیگه و آقای گلبودین صدر اعظم است. اما آقای گلبودین در این قبول نمیکنه و با مشوره آیسای تصمیم میگیره که جنگ کنه و برای مسعود اول میته که تو حق کابل داخل شدن در کابل نداری و ما داخل میشیم در کابل. در این زمان احمد شاه مسعود قوای خود آورده در 4 اپریل سال 1992
در چاریکار مستقر است، در کابل در اون نشده و منتظر است که امی حکومت موقت بیاید در کابل در اون شوه و ای او اخباره و چار اطراف کابل امنیتش بگیرد. اما برش اول میرسه که آقای گلبدین در این یک شنبه داخل کابل میشه. اما چامسود برای رهبرا احوال میته، تلگرام میته یا مخابره میکنه که این تو یگپ است. رهبرا دوباره برش پیغام میفرستن فورا از طریق تلگرام یا مخابره که به هر قیمت که است از دخول ازی در شهر کابل جلوگیری کن. اما چامسود در اون زمان قوه های خود داخل شهر کابل میکنه در حدود 20 یا 30 هزار نفر و در امی زمان قوه هایی که از حکومت قبلی هم هست در جاهای مختلف وجود داره که اکثر از یاد توافق کرده که با احمد شاه مسعود تسلیم میشن و آقای گلبدین داخل شهر میشه از طرف جنوب از طرف کارتی سی و یک جنگ بسیار زشت دیجه در میگیره. ببینین با یک کلیپ از آقای احمد شاه مسعود که در امو زمان برای طرفدارایش در یک مجلس امی مسئله را یک تشریح بسیار خوب میکنن و در اول باور کردنی نبود که در برابر قیصری آن علما و مردم رهبرا چطور جرأت کسب خود را میتی عمله بکنن. مگر برتر اطلاعات که مسلسل آمد دیدیم که برای مسئله جنبه حقیقتش قوی تر است و شروع شد از کار و شما همه در جریان هستیم. ضرور نیست که من این را زیادتر تشریح بکنم چون همه در اونجا حضور دارد. مسئله را به رهبرای ما که حزب اسلامی نظر به اطلاع ما در روز یک شنبه حملات خود در کابل شروع می‌کند. شما حالا بگوییم که ما در برابر از چی بگویم و ما از رهبرا سند دارد. رهبرا پس تا یک سندی که از طریق مخابره به ما این پیامش رسید مکمل همیشه امضا کرده نشته کرده بودن به هر وسیله که میتونی جلو توطئه ناجایز ازی را بگی و به هر قدرت که میشه باید این توطئه در هم شکسته شد. بعد از بدست آوردن این پیام از طرف رهبرا با دل ناخواسته باور کنیم که میبین مکمل با دل ناخواسته چرا دیگه همه چیز ما تمام شده فکر میکرده مجبور و مجبور بازم برادرهای پروان کاپیسا را جمع کرده و ای که خدای نخواسته ای توطئه خطرناک شکل نگیره و به کامیابی نرسه مجبور شدیم که در کابل مداخله نظامی کردیم و خداوندم لطف کرد چون خداوند همیش طرفدار حق است. با وجود که او آدم از چقدر دیر در ای فکر بود مگر خدا یک بار دیگر پیروزی را نصیب ما و شما ساخت. ببینین به ای کلپ دیگر بعد شکست ای توطئه حکومتی که در پشاور روش توافق حاصل شده بود اعلان کردن که ما داخل کابل میشیم. دیگر در او زمان که حکومتی که در پشاور اعلان شده بود میخواست داخل کابل شود قبل از او همه قسمت کابل توسط قواتای ما و شما اشغال نظامی شده. با وجودی که همه را حکمتیار شکست خورده بود و کابل ما و شما اشغال نظامی کرده بودیم بازم پذیرم باز اعلان کردیم که ما با فیصله که در پشاور شده کام نیستیم. جناب حضرت صاحب تشریف بیارن و حکومت تسلیم بیارن و قسمی که دیدیم حضرت صاحب آمد و حکومت تسلیم بیارن. اما چه مسعود میگه با وجود که تمام کابل در این زمان ما اشغال نظامی کرده بودیم یعنی به این مانا که قدرت پیش خودم بود میتونستم که یکی زیر نمانم اما ما دوباره بر رهبر احوال دادم و برشان گفتم که با وجود کابل ما گرفتیم اما ما اونمو پیمان را که شما در اوجه بستین و امو حکومت که موقت که در اوجه تشکیل شده ما با اونمو قانیستم یه حکومت موقت میتونه که تشریف بیاره و ببینین به یک کلپ دیگه. اعتراضش در او وقت بود که سه اعتراض به ذهن خود داشت که اگه حکومت مجددی سه را قبول نمیکنه دو حکومت ائتلافی است در کابل حکومت ائتلافی به وجود آمده و سیم باید بعد از او به ما ضمانت بدن که انتخابات میشه و حکومتی که موقت است دیگه طولانی نمیشه و بازی مدت طولانی نمیشه. من در اون زمان در مخابره برش گفتم که دلیلی برش نه که اگر تو حکومت مجددی سر به قبول نمی کنی تو دلیل دلیلی نداری. اکثریت رهبرات قبول بکنن یک نفر دیگه حق نداره مخالفت بکنه. یک نفر مخالفت بکنه
کل تنظیم ها قبول بکنن. در این وقت آقای مسعود باز هم یک تماس مخابره‌ای میگیره با آقای گلبدین که شروع کرده در راکت زدن در کابل. برازی میگه که برادر تو چی مشکل دارید امیجا؟ خوی نمی حکومت، حکومت شما است. ما خو برای خود نگرفتیم، بیا امیجا امی جنگ بس کن. آقای گلبدین در این وقت سه چیز اعتراض میکنه. یکی میگه برادر من نمی حکومت سبقتلا را به هیچ وجه قبول ندارم. دیگه اعتراضش ایست که شما یک حکومت ائتلافی جور کردین و سیومی که باید ضمانت کنین که بعد از دماد ایجا انتخابات میشه. باز میگه ما برش گفتم که در قسمت حکومت سبقتلا خود تو یک دلیل قوی نداری، برازی که ایره خودش تعیین نکده و ما تعیین نکدیم، تمام رهبرها در پشاور نمی رو تعیین کده آمده، اگر کل گیره قبول داره یک نفر نمیتانه کیره رد کنه. در قسمت حکومت ائتلافی که یعنی پرچمی هم رایت است، در امیجا بیا ببین حکومت که سبقتلا جور کده یک وزیر پرچمی یا خلخی در ایجا وجود نداره. اگر کدام اعتراض داری که موین از در ایجا یا یک کس دیگه، خوی نمیگو قدرت بگی در حکومت شامل شو. امی شما که در ایجا آمدین بگیرین اگر خط بتین ای ما که کسی که موین است در حزب سابق باید نبوده باشه، در دیگهش کسی که رئیسه، یک دفعه کلگی را از حکومت پس کنین. اگر باز ما گفتم نه، باز میتونی که خار شوی که نه تو کته از این پرچمی ها دسته یک کدی. و دیگه ای که ما خود در کابل در اون نشدیم، حکومت کته پرچمی ها نساختیم، ما آمدم در چاریکار شیشتم شما را گفتم که بیاین در کابل حکومت را بگیرین، شما در پشاور با شمول خودت تعیین کردین سبقتلا را، سبقتلا آمده حکومت را گرفته. یعنی در اینجا خواهیچ ما کت کس حکومت نساختیم که حکومت ائتلافی باشه و تو در اینجا قار باشی. رژیم سابق سقوط کده، از رژیم سابق امروز کسی وجود نداره. و واقعا هم این یک دلیل مهم است. امروز اکثر ما نمیفهمیم که می جنگ تکابل چطور شروع شد. در اون زمان خب مردم آوازه انداخت کرده که چی آمده، دوستمی آمد، گلم جمع آمد، ازاره آمد و ولا مسعود تو کرد و مسعود تو کرد. و در او وقت تا حدود گلبدین میتانست که معقول معلوم شود که آه ما کد شما جنگ نداریم، کد ملیشا جنگ داریم. مگرم بعدا همون ملیشا را کل اگه دید که یا خودشان کدشان یک جای شد. ولی برحال در این قسمت من سر از او گب نمیزنم، ببینین به این کلپ دیگر. دو عدتون در حکومت ائتلافی است. حکومت ائتلافی در اون صورت می بود که ما داخل کابل می رفتیم، مشترک حکومت هم را دیگاه اعلام میکرده. ما خود داخل کابل نرفته، قضیه عزیه به رهبران محمل کرده. وقتی که قضیه در دست رهبران باشه، حکومت ائتلافی چطور شده؟ ما که کابل میرفته، حکومت را ترتیب میکرده، به نام خود اعلام میکرده، حق داشته که اعتراض بکنه. مگر وقتی که ما در بیرون کابل در چاره کار منتظر هستی، منتظر فیصله خودتان در پشاور هستی، پس حکومت ائتلافی هیچ مفهومی نداره. از دست تو وزیرای خود اعلام کرده کدام از این وزیر از این کمونیست بود، کدامش ائتلافی بود؟ همش اکثریت وزیراش جزی که دو تاش که کم قماندان از داخل بود، تمام وزیرها وزیرای بود که همش در پشاور بودن و در پشاور مشهور بودن، شناخته شده بودن، در کابینه قبلی هم که حکمتی هاش دواز بود وجود داشت. و در حکومت چهار ماه بعدش که استاد نیاد صدر اعظم مسعود، این چه حکومت ائتلافیست؟ وزیرایش مشخص و معلوم، صدر اعظم هم مربوط به حزب اسلامی، در رأسش هم استاد ربانی یک نفر عالم، حکومت ائتلافی ازی در پیش. اصل مسئله ایست که دیگه ای آدم خودخواه و جاه‌طلب در آخر که معیوش شده بود که چیز نمیشه، میخواست که از دیگه طرف به زعم خودش که دیگه تن داده بودم به ملل متحد هم به همه چیز، یک بار دید که اوز گشت و حالت شکل دیگه است. دیگه در اوجا باز آنمو خودخواهی، باز آنمو نفس، باز آنمو هوا سرش غلبه کرد و در برابر فیصل عام مسلمان را استادگی و حالتی را آورد که آره سرش ثابت کرد. در کابل جنگ صورت گرفت، جنگی که نباید صورت می گرفت، قضیه بود که ختم شده بود، دیگه ضرورت به جنگ وجود نداشت. به هر تقدیر جنگ آمد و در اثر عزیز جنگ می خواهیم که وقت تانا بگیرم کم تر در قسمت و سر اثرات از این جنگ که مسئله عمده و مهم است کم تر صحبت کنم.
که نباید تصور می ترتیب باشه که حکمتیار صاحب حمله کرد در برابرش دفاعی صورت گرفت جنگ بهبود خاتمه پیدا کرد. جنگی که در کابل شده دمی محدوده محدود نمیشه، دمی چوکات محدود نمیشه، بلکه اثرات منفی از این جنگ چی امروز و چی پردا گرفت گریبانگیری از این ملت است. احمد شاه مسعود یک گپ بسیار مهم در اینجا میزنه. احمد شاه مسعود یک آدم بسیار عاقبت اندیش بود. میگه او مردم شما تو فکر نکنین که یک جنگ گلبودین کرد و دفع شد، گلبودین برآمد، گپ خلاص شد. تاثیرات از این نمی جنگ بر سالهای سال در این مملکت باقی میمانه و مترام بود. به خاطر چی؟ به خاطر از این که شیرازه مملکت امو اندازی هم که مانده بود از هم گسیخته ساخت. ولی ببینین که مسعود ایجا چقدر خوب تشریح میکنه، سعی کنین ببینین. زمانی که جنگ صورت گرفت و کمربند امنیتی کابل بر هم شکسته شد، به هزارها تن از مجاهدین با سلاح خود بدون نظم ترتیب داخل کابل شد. در پالوی از این به هزارها نفر در خود کابل که مردمی اصلا شناخته شده نبودن رفتن، دیپوها را همه به چپاول را و هزارها نفر در کابل همه مسلح شد. در جمعی از مردمی که در کابل مسلح شد، نظر به اطلاعاتی که احصایی که من بعدتر پیدا کردم، بیش از 3000 نفر جنایتکار و دزد و سارقی که در رژیم گذشته محبوس بودن، این مردم که آزاد میشن تقریبا اکثریت از یا مسلح میشن. و جمع این مسلح شدن چی را به بار میارن؟ این چیز به بار میاره که یک دفعه وضع کابل از کنترل همه خارج شد و هیچ کس نفهمه که در پای تخت چی صورت گرفتن و همه چیز بر هم بخورن و همه کیان حکومت از بین برد. وزارت دفاع جز بنام دیگه چیزی وجود نداشت. چرا همه سلاح، همه وسایل، همه به سرخط رفته بود و همه تاراج شده بود در دست مردم مختلف قرار گرفته بود. فرقا دیگه وجود نداشت. قوای امنیتی به نام سارندوی پلیس وجود نداشت. قضای دیگه وجود نداشت. وزارت امنیت دولتی دیگه وجود نداشت. و نه تنهایی، هم چه فکر بکنیم وزارت زراعت، مالیات دیگه کلن یک بار حکومت منهدم شد. و این منهدم شدن حکومت به این شکلش با یک بارگی چی را به بار آوردن؟ امروز اگر شما بخواهید که وزارت داخلی تان را فعال بکنید، شما حد اقل شما میفهمید که بررسی شد وزارت داخلی تنها تعمیرش وقتی که خواستن کی را دوباره تعمیر بکنن، شما باور بکنید که وقتی که دیدن که ای را دوباره تعمیر بکنن 1 میلیارد افغانی ضرورت است که وزارت داخلی دوباره تنها ترمیم شد. وزارت داخلی تالیش نمیفهمه که در گذشته در این وطن چی بوده و این دفتر و دیوان تنها دفتر دیوان نیست که زمان خلق را بوده باشه. این قواله و این اسناد و این دفتر و این دیوان یک مملکت است که از کدام زمان این آمده آرام آرام تراکم کرده بود تا بید که حال خود کنترل از این افراد مسلحی که در کابل شده یک غم بزرگ است که مملکت به این مرد. شما هر روز میشنوین در کابل بی‌امنیتی را، میشنوین سرقت را، میشنوین اختطاف انسان‌ها و اعصار همه. این همه زاده اینمی جنگ و بقای و اثرات منفی همو جنگ است. این نه تنها در کابل بلکه در آن افغانستان. تا اون زمان فرقه گرده سقوط نکرده بود، جلال آباد سقوط نکرده بود، قندار دیگه سقوط نکرده بود، همه یکی به تعقیب دیگه سقوط. ما که به جرأت گفتم میتونم که از اون سلاحی که در افغانستان بود شما 30% از او را دیگه در دسته سوایده آوردن نمید. ببین خساره جانیست، آبروریزی که به مسلمان شد، آبروریزی که به جهاد بود، مشکلات اداری امروز فردا، مشکلات امنیتی در داخل کابل، ضایعات مالی، همه و همه به منظور از این که حکومت از دست اسلامی نیست، مهرای خلقی ها و بقایای نجیب حکومت اسلامی جرم کرد. بازم نگیم قضاوت به دست مرد. همه و همه فقط تحت همیش را. این را باید داشته باشین که پیس از این نام ملیشه نبود. همه دفتر مجددی سر. و این حکومت مختلف. تو حکومت مختلفش دلیل یه دیگه نبود. و این که من پلوانی را قبول دارم. بعد مجددی سر آن و به تعقیب رهبرها آمدن. آرام آرام کار حکومت با وجود مشکلات را که زنی کم زیاد در حال شکل گیری بود
و ما به این امیدواری بودیم که این آدم از یک طریق از یک طریق نه بکشن این پایش در مذاکره و مصالحه و دیگر جنگ در کابل صورت نگیره، همه که بدبختی که از کافی است. با وجود مخالفت همه احزاب، زمانی که من گفتم من رفتم را یک مردی آسد صحبت میکنم، همه مخالفت کردن، همه گفتن که آدم در شکست است، باید بریم آدی را تعقیب بکنیم. مگر از این که جنگ تا کی به منظوری که قضیه از فیصله شده داوطلبان قبول کردیم، چند برادر دیگر میانجی شد، رفتیم ممرای از یادم از نزدیک دیدیم و در منطقه که مربوط به خود از اسلامی اسم همویجا پیشش دارد و شیفت این که دیگر دوستان و برادرانه در بزنیم که مشکل در چیست؟ آره چرا ما شما که دیگر را بکشیم؟ قضیه از ختم شده؟ اگر تو اعتراض داری که چهار تا کمونیست باقی مانده، چهار تا بقایای رژیم مانده، این تو اعتراض قویه نیست. رژیم سقوط کرده، در رأس کل مجاهدین آمده، این دیگه مربوط به شما رهبر است. سبا مکتوب صادر کنیم که در سطح موینا برده، دیگر روز مکتوب صادر کنیم در سطح رئیس ها برده، دیگر روز بگویم که جنرال ها خانه نشین، اگر من اعتراض کردم وقت بگو تو مسئول است. آره خیفار ما به خودتان داده، برین بشینین و فرمان صادر کنین. اقاقال مقال حیاهوری چرا برا کرده؟ بانه چرا طلب کنین؟ شما یقین داشته باشین که همه پیشنهادشی بود که بیاییم ما هم در افغانستان اکثریت است و ما جمعیت هم اکثریت است، ما و شما مشترک حکومت ایجاد میکنیم، ما و شما از اختلاف ماست که دیگه احزاب با وجود آمده، ما و شما که مشترک کار را شروع بکنیم دیگه احزاب تا خود کنار باقی میمونه. اعلان چی؟ شعار چی؟ پیشنهاد چی؟ ایران منکر شده نمیدن. ما گفتم به این ترتیب ما و شما حکومت هم جور کرده نمیدن، این یه چیز حرکت اسلامی نگه اکثر علمای افغانستان در او تنظیم است. ما چطور بتونیم حرکت نادیده بکنیم؟ بگویم نه ما او تو میسازیم حرکت محروم میکنیم. ما چطور میتونیم استاد سیاف در او طرف نادیده بگیریم؟ ما چطور میتونیم طور مثال ای حزب ای حزب دیگر را نادیده بگیریم؟ دیگه و به این ترتیب صلح امنیت در افغانستان نمیاد. این امروز که تو مخالفت میکنی سبب او مخالفت میکنه. یک دوره کوتاه مدت است بر طرف انتخاباتی که خودت می به انتخابات میرم طرف انتخابات بگذار کم دوره کوتاه مدت به بودی سفری شود ضرور به جار و جنجال جنگ نیست. وقتی که گلبودین در کابل درو میشه از سمت دارلمان و از سمت پلچرخی درو میشه، سر رای خود یا زندان پلچرخی ره که در حدود 3-3.5 هزار نفر زندانی جنایی داشت. من هم افهم که در او وقت زندانی های سیاسی هم بود یا نه، تمام اینا را اعلام میکنن و چون که شهر و شیرازیش از هم مشکنه، از هر جای هر کسی که میتونه داخل کابل میشه و با چور و چپاول شروع میکنه و در اینمی زمان آقای گلبودین و آیسای ای تبلیغات پشتونیت به نهایت موافقانه کرده و تا پشتونایی که هیچ وقت پاکستان خوش ندارن و گلبودین هم خوش ندارن در این زمان فکر میکنن که نه والا ای احمد شامسود و ای ازاره و ای دوستم اینا بسیار خیانت کلان در حق پشتون کردن و باید جلو از یا گرفته شه. یک جنگ و دعوای بین مردم ها خیسته بدون از اینکه به ای گلبودین یا به احمد شامسود یا به اینا علاقه هم داشته باشن. خلاصه دمی جنگ که صورت میگیره آقای گلبودین از آقای خالص مدد میخواه، اما آقای خالص کتش در جنگ شامل نمیشه، از آقای چی محمدی کمک میخواه، اونام در جنگ هیچ کس در جنگ کت شامل نمیشه، بنابراین این به قوه خود و اتحاد خلقی ها در کابل حمله میکنه. وقتی که حمله میکنه در اینجا احمد شاه مسعود اینا پیش از اینکه یاد دروشه درست پیش ما فکر میکنم درو شدن و تمام مناطق گرفتن با استثناء طرف دارلمان و طرف پلچرخی. در این وقت آقای سیاف قوای خدا آورده در سه کارتسه در مکتب قاضی و اینجا جای به جای کرده و وقتی که آقای گلبودین قوایش حمله میکنه در کابل از یک سو احمد شاه مسعود میزنش، از دیگر سو قوای سابق حکومت نجیب الله میزنش و در ایسای مکتب قاضی و کارت 3 قوای سیاف به جنگ شروع میکنه و یک خساره بسیار بزرگ جانی به اعضای حزب اسلامی میرسانه. اعضای حزب اسلامی در جنگ شکست میخورن و از کابل دوباره به عقب زده میشن و در اینمی جریان است که باز آقای گلبودین شهر راکت باران میکنه. در یک روز در حدود 12 تا 2000 راکت
در روز اول اینا در شهر کابل میزنن. خب پیش از اینکه ما به او برم، ما امین نقش صبغت الله را میخوایم ما و شما یک دفعه ببینیم. در این زمان که گلبودین امین مشکل در مملکت خلق کرده که جنگ ما کت مسعود نیست، مسعود مجاهد است، ما برادر ماست، مسلمان ماست، اما جنگ ما کت اونو دوستم است، کت او ملیشای ازبک است، کت او بقایای کمونیست است، و در این زمان کت حزب وحدت است، کت این شیعه است که کت دوستم یک جای شدن. در این وقت مسعود زیر یک فشاره، به خاطر که عوام و ناس کار نشه، مجبوره که یک توازن در اینجا برقرار بسازه. این نمیتونه که حزب وحدت اجازه بده که در جای میخواه بره و در این زمان دوستم هست. و تقریبا میخواه میره کنترل کنه. و در این زمان آقای مجددی که میایه به حیث رئیس جمهور، از عوض از ای که با احمد شاه مسعود در تماس باشه، با پایبوسی و دستبوسی آقای دوستم شروع میکنه و احتمال زیاد داره که این وظیفه را برای آیسای فامیده یا نافامیده کده باشه. چرا آیسای میفهمه که مسعود نمیتونیم شکست بتیم مگر ای که قوه دوستم و قوه حزب وحدت از پولیش پس کنیم یک، و اگه بتانیم در مقابلش استفاده کنیم. بنان ببینین به این کلپ از آقای مجددی. میبینین آقای مجددی در مزار رفته و متا برالا در خطبه خود صدا میکنه در مایک که السلام علیکم و رحمت الله بر مجاهد قهرمان آقای دوستم. آقای دوستم یک کار خوب کرد، واقعا یک کار خوب کرد، مملکت نداست در سای سای حکومت نجیب، خود نجیب، تمام کسایی که در در امو زمان در قدرت سه داشتن یا کسایی است که ازشان باید تاریخ ما سپاس کنه. ما نمه یکی در مملکت در گذشته چی کده بودن او یک مسئله علایده است، اما در امو مقطع زمانی یا نکدن که امی قدرت بسپارن در سای سای، یعنی یک حرکت ملی کردن و ایره ما شما نمیتونیم که انوز هم یاره دو بزنیم او کمونیست کمونیست، چیزایی که در گذشته شما ما نمیگم فراموش کنیم، مگر در این مقطع زمانی تاریخ افغانستان یک سپاس بزرگ از این مردم قرضدار است و شمول آقای دوستم. خب به هر حال آقای مجددی میره در مزار با دوستم میبینه و برای دوستم یک ترفیع بزرگ میته، در حالی که احمد شاه مسعود در اینجا وزیر دفاع است و در واقع از برکت سر از امو است که یک حکومت موقت جور شده، اما صبغت الله ایره او طرف تیله میکنه، میره و یک چوکی کلانتر برای دوستم میته. در اینجا یک شک و تردید بزرگتر در مملکت ایجاد میشه، تمام مردم عوام در شکایت شروع میکنه از کی؟ از احمد شاه مسعود، از سیاف، از کسایی که در حکومت که بیادر خو خیر حاله یک ائتلاف کده بودین، قدرت گفتین اونا شکست خوردن به ما تسلیم کردن، خو خیر مگر حال خو شما گرفتین یاره در حکومت بسیار قدرت میتین. دوستم در امو زمان یک نام بسیار نیک نداشت، حداقل در بین مردم پشتون امی شکشکه افتیده بود که اینمی دشمنترین ما هسته، یعنی من نمیگم که بوده در وقت، چون ما اینمی تاریخ نمیفهم، اما امی بود و گلبودین هم از امی استفاده میکرد. آقای مجددی وقتی که کار میکنه در مملکت اعتراضات در مقابل سیاف و در مقابل مسعود زیادتر میشه. وقتی که آقای مجددی در کابل میایه، خبرنگارا با آقای مجددی یک مصاحبه میکنن. ببینین به این مصاحبه. Made the decision.
خبرنگار اسوسییت پرس میپرسن که قبل از آن که تصمیم در مورد ترفیع جنرال دوستم گرفته شود، آیا شما با آقای احمدشاه مسعود وزیر دفاع افغانستان مشوره کرده بودین و یا خیر؟ جواب است که ما با او نه مشوره نکردیم، نه وقتی بود که با او مشوره کنیم. ما یک شب در مزار شریف بودیم، وسایل چم نبود، ما این کار با مختارات خودی کار کردیم. این خانم از اسوسییتد پرس است، بسیار جالب است. ای را باید شما این نمی زرات همی تفاوت ما با مردم دیگه چیست؟ بسیاری مردم هم یارا میبینم منتها توته توته در کلشان خطور نمیکنه. ما این یک توته را میگیرم، این یک توته، این مثل یک پازل واره، مثل یک معما پالو یکی دیگه میچینم براتان یک پکچر، یک تصویر زیبایی را میکشم که شما ببینین که چی گذشته. اینمی تخصص ما در اینمی هسته. اینمی چیزها را مردم ها صد دفعه دیدن، صد دفعه پیش چشمشان بوده. از غنی را میکاره کدم، از امی ملا را میکاره کدم، از سر هر کس اینمی مهمترین تخصص ما است. اینال سیل کنین، اینمی آقای مجددی که در اینجا مصاحبه داره، امی خانمی که از اسوسییتد پرس است، میگه که آقای مجددی شما که برای آقای دوستم این ترفیع بزرگ دادین، شما ایر از احمدشاه مسعود وزیر دفاعتان مشوره گرفته بودین؟ اینمی سوال بزرگ است ایجا که چرا امی خانم امی سوال از آقای مجددی میکنه؟ ظاهراً بسیار اگه کلان نبود، رئیس جمهور بود، رفت در اوجه یک کار شد پس آمد. چرا اینمی سوال میشه؟ آیا اینمی خانم در پیرول آیسای بود؟ آیا امی خانم آیسای پیسه داده بود که بیای امی سوال از آقای مجددی در کابل بکنه تا احمدشاه مسعود مشکوک شه به حرکات آقای مجددی و در شک بفته از صداقت دوستم و در صدد جلوگیری از یاشا و در این زمان مردم بخیزن بر علی احمدشاه مسعود و بر علی سیاف که شما مملکت دادین به گلم جمع؟ چرا اینمی سوال کرد؟ یک سوال نبود که یک خبرنگار در او وقت بکنه، اما چطور اینمی سوال کرد؟ و ما فکر میکنم که اینمی خانم پیسه داده شده بود برش از طرف های سای که اینمی سوال بکنه. و آقای مجددی چی میگه؟ میگه نه والا ما این مشوره را نگرفته بودم، سعی کن اینمی را دوباره. جواب است که ما با او نه مشوره نکردیم، نه وقتی بود که با او مشوره کنیم. ما یک شب در مزار شریف بودیم، وسایل چم نبود، ما این کار با مختارات خودی کار کردیم. نه والا ما در مزار یک شب بودیم، بیادر در اوج امکانات هم نبود. ما با احمدشاه مسعود گپ نزدیم، ما با صلاحیت خود می کار کردیم. صلاحیت خود؟ صلاحیت شما در اینجا مهم نیست، صلاح مملکت مهم است، وحدت مردم مهم است. و شما اینمی حق دایمی زمان نمیدادین چون آقای دوستم به همی ترفیع زیادی هیچ ضرورت نداشت. چی شما همی ترفیع را دادین چی ندادین؟ دوستم بود، دوستم یک مهمترین قدرت در امو زمان در افغانستان بود، یعنی به این ترفیع ساختگی شما ضرورت نداشت. اما ای رفت ای کار کرد و ای یک شک و تردید در ذهن ملت ایجاد کرد که چرا دوستم و احمدشاه مسعود در یک قسمت مجبور ساخت که مسئولانه تر حرکت کنن و آقای سیافه یا خو نمیتونستن که تمام سالهایی را که جنگ کردن بگذاره که از پیش روی چشمش فرار میکنن و نامبد میبراین که ای خائنین دم قسلام شما نوکر روز بودین، چون امیر آیسای دامن زده بود که یا برای روز کار میکنن در حالی که یا باعث سقوط روز شده بودن. بنان مسعود در ایجا برای ازی کار میکنه که یک توازن در ایجا بیاید و ای تا حدود خدشدار میسازه رابطه دوستم با مسعود و از مسعود با دوستم و از سیاف با دوستم که بدون ازیام سیاف کاملا برای بودن امی آقای دوستم در حکومت بود، اما به حساب از ای که دوست بود و احمدشاه مسعود نمیخواست در ایجا چیز کنه. دوستم بسیار نزدیک بود با حزب وحدت با آقای مزاری در سالهای آخر نجیب. دوستان با امی مردما در امی جبهات قومی نزدیک شده بود و از این قدرت ها استفاده میکرد و برای مردم هزارام دوستان بودنش خوب بود، برای ازبک هم خوب بود، به خاطر ما ازبک هزاره را همیشه زیر پای کرده بودیم. در واقع جنرال دوستان امی ازبک در مملکت ما یک معرفی کرد،
و برای مردم فهمان که دیجه بیدر تنها پشتون تاجک نیست، ما هستیم، اینه به حساب زور ما هم زور داریم و ایره باید کل مامنه ایست یک مملکت از دوستم سپاس کنیم که امیر مردم ما را متوجه ساخت پشتون تاجک که بیدر دیجه ازبک هم است و تا حدود هزارام که این مشکل داشتن با دوستم یک درد مشترک داشتن بنان اینا نزدیکتر بودن. شک و تردیدی که در بین دوستم و مسعود زیاد شد، حزب وحدت هم کمک فاصله گرفت از احمد شاه مسعود و در اینی زمان است که مخالفت ها بین حزب وحدت و حزب سیاف زیادتر میشه، چون اینا در عین منطقه هستن. وقتی که از پغمان میایی و از چاردی میایی در یک اسم میبینی که از آرها یک منطقه هستن و در مکتب غازی که قوای سیاف سنگر گرفته، در حسونش حزب وحدت که پوانتون گرفته و یه جار و جنجالا زیاد میشه و آیسا ای را بسیار دقیق رهبری میکنه. قم مقبول امی آقای مجددی ات یک نقش فتنه برانگیز در ایج بازی میکنه که در طول تاریخ مملکت ما نشده. سعی کنین اینی کلپک آقای مجددی است تی دو ماه سه ماه ایگه پزده. متاسفانه دور پیدود پیش ما یک تعداد کلان اشخاص آمده بودن، اونا بسیار از طرف سخن که زدن و گب زدن و از طرف نظریات خود گفتن. از من جدی خواهش کردن که شما خود پیش کنین، شما کاندید شدین. ما گفتم رادر کاش که من صحت من تقاضا میکرد و صحت من این تحمل میداشت، ما میتونستیم که کار بکنم. در هر وقت در مشکلات افغانستان، هر وقتی که یک مشکل سخت پیدا شده، خداوند مرا توفیق داده اون مشکل به توسط ما بیچاره گناهگار خدا حل کرده بوده. دیگه آل من کار میکنم اگر صحت انتقاض میکنم. میگه در وقتی که در افغانستان یک مشکل بزرگ ایجاد شده، خداوند پاک او را توسط من گناهکار حل کرده. در واقع یکی از مشکلهای عمده در امو زمان داشتن یک کس بود که در وسط منعیس یک رئیس جمهور موقت یک نقش بسیار مهم برای مملکت ما بازی کنه که نه تنها باعث جنگ بین ازی کسای نشه که با هم یک جای هستن، یک دست هستن و بودنشان وعدتشان بسیار مهمه برای سرنوشت مملکت ما، بلکه دیگرار هم باید ایجا بیاره. اما آقای مجددی نه تنها که یک نقش برای شرش شدن مردم بازی نکرد، بلکه فورا همون شرش کمی هم که بود ایره ده و آتش انداخت. اینمی زمان است که مزار حل رفت آمد دیپلومات های خارجی به خصوص پاکستانی ها میشه. کنسولگری پاکستان در مزار هر کسی که در اون زمان میفهمه مهمتر میشه از سفارتش در افغانستان. و ببینین به این کلپ دیگه. مکتوبی از آقای حکمتیار را به من نشان داد آقای دوستم که مکتوبش به امضای خودش به قلم خودش است. ما فوتوکاپیش از پیشم گرفتیم و ایدادی اقدر تمجید کرده آقای دوستم را و حرکت شانه که من بسیار تعجب کردم به یکی. اقدر تمجید کرده که تصور نمیکنم باز این پشت روی خود حکمتیار را نامش هم نشته است و کاغذ رسمی خودش هم نشته شده بود. خط خودش است، من میشناسم خطش هم میشناسم و امضای خودش است و این تقدیر کرده حرکات دوستم را و گفتم ما با شماستیم. چی تاریخ از بسیار تازه است. اون وقتایی که حرکت شروع میشه در حرکت کد اینا تصفات شما شروع کردن 16 حمل از تاریخش 16 حمل 71 وقتی اینا اول شروع کردن حرکات خود از شما. وقتی که آقای مجدی قول میایه به رسم احتجاج این نامه را با خود میاره، باز هم از خود یک سوال کنین که چرا آقای مجددی ای را میاره و در این کنفرانس مطبوعاتی ای را میخونه و برای مسعود میفهمانه یک چیز دیگره که از پشت سر بترس که دوستان با گلبدین آیسای وقت رابطه قائم کرده تا شک و تردید مسعود بر دوستان زیادتر شود. اگر نه چیگه بود خود گلبدین توسط آیسای یا آیسای توسط گلبدین یک نامه رایی کرده بود دیجه و یک سلام هم برای آقای پیگیر رسانده بودند که در اون زمان یک آدم مهم بوده در اون منطقه و آقای گلبدین آقای دوستان بسیار تشویق و تمجید کرده بود، یعنی چشمش به خود جلب کرده بود که رای نزنی ما برالایت نیستیم که تو بترسی که ما برالایت هستیم. نه شانواز تنه آوردیم و تنجار آوردیم، صد تا خلقی را آوردیم اینجا پاک شدن، تو را هم که بیایید اینجا رفیق ماستی دوست ماستی، جنگ سر اسلام اینا که است در روی پرده است، در روی او است، در زیر او کلگی ما و شما میتانیم که یک خائن و یک وطن فروش باشیم.
این حال آقای مجددی چرا برش مهم بوده که این آمار آورده؟ کار میشه که گلبدین ایتی یک آدم خائن ستایش کرده؟ حال خونه خودت رفتی در اوجه سعی کنی نمی کلپ اگرشه؟ ببینین چی یک سلام علیکم و رحمت الله برای مجاهد بزرگ دوستم گفته خویانه اگر گلبدین هم تمجید کردش تو خوش باش خو گلبدین هم او رو تمجید کرده تو دایی باید خوشی اما چرا قارستی در واقعیت امر صبغت الله یک وظیفه داشت یا فامیده یا نافامیده که این نامه را بیاره در کابل دمی کنفرانس مطبوعاتی برای مسعود نشان بده که مسعود سر دوستم حساب نکو در این ترتیب پلی که بین مسعود و قواهای سابق حکومت نجیب ایجاد شده ای را اینا تخریب میکنن و دوست و بین دوستم طرف پاکستان یک پل کلان میکشن و حزب وحدت در سایه دوستم رابطه پیدا میکنن با سایه در اثر اینمی سوء زنها در کابل جنگ در میگیره بین طرفدارای آقای سیاف و طرفدارای حزب وحدت این جنگ یکی دوبار توسط مسعود خاموش ساخته میشه اما پیش میره و به یک جنگ کلانتر تبدیل میشه در این زمان که ای آقای دیگه از چهارآسیا راکت میزنه یا در کابل بین خود جنگ شروع کردن درست چیزی که آقای سای میخواست دوستان و حزب وحدت نه تنها از پالوی مسعود بره بلکه بر علیه مسعود قرار بگیرن با مو کار میشه ببینین با این کلپ دیگه که آقای دوستم دفتن با آقای گلبدین در سر کابل عمله میکنن و اینی آقای که در شفاخانه سیره بسیار خوب چیغ میزنه ای درده و ای را فریاد میکشه یکیش از گوی زنبورک زده نگرفت دیگهش از بالی سار زده نگرفت شار کنی نایی حول ما را به خاک خون کشیدند خاص ما همیست از آقای گلبدین حکمتیار که تخلص میکنه که از شیطان ها که در بطر برامد هیچ حواظ مسلمان به گوشش نمیرسد در گوش دوستان نمیرسد تقاضای ما همیست اگر ما از افغانستان هستیم همین زن ما طفل ما زادی از امی خاک هستیم همون را با آرامی بخوریم اگر نیستیم بگوید نیستیم شما که ما برای این به خاک دیگه بریم بده بده خواهصله برای ما یک چیز نمانده کالا ندارم که بپوشم یک جاکت دکتر سید دو روز از برای ما توصیه میکنه که جاکت بپوش مگر برای ما جاکت نمانده که ما جاکت بپوشم اینی بچه بس کتیبه ده یعنی شما خوب ببینید اینی بچه بس کتیب از مجبوری رو پیشم گرفتیم که چای نداریم سیاسان ملادت کرده دو روز شد که ملادت کرده در خانه در خانه جز برادر کلانم که ما زنگ زنگ به یک زنگ از زنگ دیگه با دیگه جای بوده انتقال میکن مگر این روز خدا سر ما آورده گلبدین حکمتیار رو آقای دوستم آورده دیگه کس رو آورده مثل ما خدا چقدر لازم دیگه در این حال روز است بلیاز خدا از این حال از این راکت از این روز کس بکشم دیگه نه خرچ خانه داریم در کاله نه کالای پوشیدنی داریم چی حال روز است نه خرچ خانه داریم در کاله نه کالای پوشیدنی داریم چی حال روز است Thank you.
من مسعود ملامت میکنم. سعی کنین این کلپ شما دوباره میمونم. بعد شکستی توطئه حکومتی که در پشاور روش توافق حاصل شده بود اعلان کردن که ما داخل کابل میشیم. دیگر در اون زمان که حکومتی که در پشاور اعلان شده بود میخواست داخل کابل شود، قبل از او همه قسمت کابل توسط قواتای ما و شما اشغال نظامی شده. با وجودی که همه را حکمتیار شکست خورده بود و کابل ما و شما اشغال نظامی کرده بودیم، بازم پذیر باز اعلان کردیم که ما با فیصله که در پشاور شده تمام نیستیم. جناب حضرت صاحب تشریف دارن و حکومت تسلیم دید. و قسمی که دیدیم حضرت صاحب آمد و حکومت تسلیم دید. میگم ما کابل هم اشغال نظامی کرده بودیم، بازم رهبرا را گفتم که هنوز هم همی حکومت ها بیاین بگیرین، شما کلان هستین. ما محکومش میکنم که مسعود تو آیا فکرت درست کار میداد؟ کابل ها گرفتی، اونا را میفهمی خائن است، نمیماندیشان. حکومت خود جرمه کردی و چی بودن یک دسته خائن و وطن فروش؟ این آمدن حکومت دست خود دادن. اما در اون زمان آیا ما ایت کار میتونستیم؟ فکر کنین که مسعود امو وقت همی کار کده بود، ایره ما امروز میگیم نه؟ فکر کنین که احمد شاه مسعود در مو زمان همی کار کد، کابل گرفت، گلبدین هم کشید، برای رهبرا گفت که شما خائن هستین، یکی تانه نمیمانم، ما حکومت گرفتیم. او وقت چی میشد؟ او وقت اینا تمامشان دست یک میکردن، میگفت سایکو تو حکومت گرفتی، برای چی گرفتی؟ کلگی ما جنگ کردیم، بان که کلگی ما بیاییم یک حکومت سالم باشه. این میگفت نه، یک جنگ دیگه در میگرفت. اگر مسعود امو زمان امیر رهبرا را میگفت که شما حق آمدن ندارین و ای باعث جنگا در مملکت ما میشد، حالا ما چی میگفتم؟ باور کنین ما امروز مسعود دیگه تبرئه نمیکردم. میگفتم یک آدم خائن بود، یک آدم عریض بود، میموندی که کل میامد. این حال که ماند که کل آمد، بازم صلح نشد به خاطر که آیسای در مقابل بود. هموطن عزیزم، احمد شاه مسعود دو آپشن داشت یا دو انتخاب داشت. یک انتخابش این بود که میگفت پاکستان تو بردی، مثل که گلبدین وطن بر تیلا کده، بیا بیا در امی کابل از تو در این رقم افغانستان زنده در میدست آیسای میده. بازو وقت شاید جنگ ها میشد، شاید نمیشد. انتخاب دومش این بود که بگویه همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن بی که میهن به دشمن دهیم. شما بگوین که کدامش میکرد؟ اگر امی کار میکرد که با پاکستان میداد، امروز شما دو نمیزدینش؟ میزدین، تاریخ هم دو میزدیش. اما استاد شد یک تعداد مردم هنوز هم دو میزنیش، به خاطر که آیسای تانست در ذهن یک تعداد مردم بده که مسعود باید سه جنگ شده، سایکو ملشه دوستم آورده، سایکو از به وعدت آورده، شما سنیسته نمانین. اما امو دوستم، امو ملشای که گلبدین میگفت که ملشای در کابل آمده اما نمیمانیم، امو ملشا کت گلبدین در یک کودتا در توانی با از به وعدت در کابل عمله میکنن. این حاله ببینین به کلپ دیگه که آقای مزاری وقت در پاکستان رسیده که مهم قوات هایی که صلح خوش داره دیده در افغانستان جنگ نمیخواه، امیدوار هستیم که این لشکر صلح بسر خلند شد و ما فکر داریم که شما در سر این لشکر صلح راشید. بسم الله الرحمن الرحیم. با اول و نوبت من بسیار از برادران تشکر میکنیم که در این ماه رمضان علما و قماندانا و رشته پیداس احساس مسئولیت که در قدمی خیری را در رابطه با مسئله صلح و آتش بس و حل مسئله افغانستان بردن. آقای مزاری به اثر شدت جنگ ها از کابل بیرون شدن و با نزد آیسای در پاکستان رسیدن. آقای مزاری یک آدم خائن و وطن فروش نبود که ما بگویم که چون در پاکستان رسیده خائن و وطن فروش است، نه. آقای مزاری هم قد دقیق نبود که امو وقت همی توطئه صبغت الله مجددی را بفهمد.
آقای مزاری جنگ کت سیاف شروع کرده بود، اما کسی که می خورده شهر، کسی که از آره را در جنگ انداخت، آقای سبغت الله مجددی بود. و ای آقای سبغت الله مجددی هم شاید مستقیم نه، غیر مستقیم توسط آیس ها استفاده شده باشد. آقای مزاری در پاکستان می رسه و در این جلسه با آقای اقانی جاسوس آیس های و ای آقای دیگه که من نمی فهم کیست در این جلسه شده و ای آقای دیگه برش میگه که ما شورای صلح جور رو جور میکنیم، تو رو هم رئیس جور میکنیم. یعنی از پالوی مسعود کشتن در مقابلش استفاده کنن، مردم تک تک شد، ای آقا میره در پیش آیس های. امی آقای اقانی اگه شما در جریان بحث از این ببینین، این را در یوتیوب از برین ببینین، یک ده دقیقه امی آقای مزاری تعریف آقای اقانی را میکنه. امی آقای اقانی یک کلمه نمیگه که شما مجاهد بودین یا چیز این همه تا میکنه، بینی خدا و طرف همی گردنش سعی داره، گویا در دل خود میگه که چی وقت باشه که تمی لنگید گردنت ویزان کنم. یا خب بسیار پرخده بودن، اما آقای مزاری ای را درک نمیکنه که امو مسعود بسیار بهتر بود. آقای دوستم هم در پاکستان میرسه. آقای دوستم که در پاکستان جای نداشت، اما پاکستان میرسه، آیسا یک شاور میتشه، یک پاک جانش همیش را اجرایش میکنه، آجی صاحب دوستم میسازش، چون تجارت اسلامی است، ایران آجی صاحب دوستم. و همی از به وعدت هم در زمانی که در افغانستان جنگ بود و بیلیارد ها دلار از امریکا در چی میامد در ما بین پاکستان و از اروپا و کشورهای اسلامی، یگانه مردم را که پاکستان هیچ چیز نمیداد از به وعدت بود. اما حال آوردهشان در پاکستان دفتن بر از یا شوبان باز کرده و دو نفر مهم از یا را یک بورس چی میته یک ویزه امریکا میگیره برشان، رایی میکنهشان امریکا که با هزارهایی که خارج از کشور از ببینن و اینا را تحریک کنن بر علیه مسعودی. و این دو نفر یکی آقای دکتر طالبه، یکی آقای شفق. ما در این زمان با آقای دکتر طالب و آقای شفق در پورتلند اورگان یک مصاحبه ویدیویی کردم. تا برنامه دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپارم. Yeah.